وقتی از دروازه عمومی بیرون شدیم دیدیم در سر کوچه رسیدیم، بسیار یک وضعیت وحشتناک بود. همین دوستای ما که بود، بعضیشان دیستشان نبود، بعضی دیگرشان واقعا پور از خون بود و بعضی مردم که در محل نزدیک بودن و زخمی ها انتقال می دادن به شفا. هزاره های کابل باز هم هدف حمله، دست کم 6 نفر کشته شدند. از مهمانان برنامه می پرسیم چرا طالبان بر خلاف وعده هایشان نتوانستند امنیت را در افغانستان برقرار کنند. در ادامه برنامه امشب. جنجال باشگاهی پر زرق و برق در شمال تهران. وزارت ورزش گفته به دلیل نداشتن مجوز پلم می شود. از مهمانان برنامه می پرسیم این باشگاه لوکس نمادی از شکاف طبقاتی در ایران است یا صرفاً محلی برای ورزش کسانی که از پس هزینه آن برمی آیند. سایه جنگ اوکراین بر آینده اقتصاد جهان. صندوق بین‌المللی پول می گوید کشورهای فقیر جرأت را می کشند. شرق اوکراین هدف حملات همه جانبه ارتش روسیه. سازمان ملل گفته 12 میلیون اوکراینی به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. کابل امروز شاهد 3 انفجار مرگبار بود. اول در برابر آموزشگاه ممتاز در منطقه قلعه نوی دشت برچی و کمی بعد 2 انفجار پی در پی در برابر مکتب عبدالرحیم شهید در ناحیه 18 شهر کابل، زمانی که دانش آموزان در حال خروج از مکتب بودند. هر 3 انفجار در منطقه شیعه و هزاره نشین در غرب کابل. منابع رسمی طالبان گفتند که دست کم 6 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند، اما بر اساس بعضی گزارش‌های غیر رسمی آمار قربانیان بیش از 20 نفر است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته. طالبان گفتند که در این باره تحقیق می‌کنند. مکتب عبدالرحیم شهید یکی از مدارس دولتی در غرب کابل و از بزرگترین مدارس افغانستان است. به گفته ساکنان محل این مکتب پیشتر هم چندین بار تهدید شده بود. اما مسئول این حمله کیست؟ آیا این حملات ناشی از ناتوانی طالبان در حفظ امنیت شیعیان و هزاره هاست یا عدم تمایل آنها؟ بیشتر به این موضوعات می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از علی حسینی. ناله مادر بزرگی به دنبال نوه‌اش در محل رویداد. انفجارها جلوی مکتبی صورت گرفته که بیشترین تعداد دانش آموز را در این منطقه دارد. هنگام انفجار گروهی از آنها در حال خروج از مکتب بودند. همزمان انفجار دیگری نزدیک یک آموزشگاه در همان منطقه. مردم اجساد و زخمی ها را با کراچی انتقال دادند. رویداد تکراری در منطقه عمدتاً شیعه و هزاره نشین کابل که هر چند وقت یک بار صدای ناله مردم را در می آورد. وقت رخصتی ساعت 9:30 بود، از مکتب رخصت میشدیم. دمید دروازه پیش سر مکتب بود، نماز دروازه برشیم که میشار شد. وقت از دروازه عمومی بیرون شدیم دیدیم در سر کوچه رسیدیم، بسیار یک وضعیت وحشتناک بود. همین دوستای ما که بود، بعضیشان دیستشان نبود، بعضی دیگرشان واقعا پور از خون بود. روز سه شنبه تاریخ 30 حمل است در پیش. مردم ناراضی از عمل کرده طالبان. اینا به خاطر دادن خون آمدن تا اینجا، اما اجازه ورود به خاطر شبخانه را داده نمیشه و بعضیشان حتی فامیلایشان است، اما بازم بهشان اجازه داده نمیشه از قسمت. در بیانیه‌ای که از حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان منتشر شده آمده که او این جنایت ضد بشری را کار دشمنان صلح و ترقی مردم افغانستان دانسته و آن را دشمنی آشکار با علم و دانش و حراس از نسل تعلیم یافته کشور می‌داند. محمد حنیف اسمر وزیر خارجه دولت پیشین هم پرسیده که آیا زمان آن فرا نرسیده که طالبان بپذیرند که ملت با وحدت و اتفاق کامل تحت یک نظام متکی بر اراده مردم و پایبند به حقوق شهروندی برای دفاع از مردم و میهن وارد عمل شوند؟ به هر اندازه‌ای که در ارائه این پاسخ دیر شود، به همان مقدار زندگی مردم و سلامت کشور آسیب پذیرتر می‌گردد. حملاتی از این دست در منطقه غرب کابل چندین بار اتفاق افتاده و در بیشتر موارد هم داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته.
تاکنون مسئولیت این حملات مرگبار در کابل را کسی بر عهده نگرفته، اما انگشت اتهام به سمت داعش است. پارسال هم تقریبا در همین روزها دختران دانش آموز مکتب سیدالشهدا هدف قرار گرفتند. دور و بر 85 دانش آموز دختر کشته شدند. علی حسینی، بی بی سی. جعفر مهدوی از رهبران سیاسی هزاره از کابل با ماست. آقای مهدوی، خوش آمدید به برنامه. فکر میکنید که مسئول حملات امروز چه گروهیه؟ تشکر شما و تسلیه درز میکنم با استفاده از فرصت به ملت افغانستان و بازماندگانی حادثه فجیع. باوریم است که در پشت این حمله و حمله های بسیار گسترده‌ای که در سالهای گذشته علیه جامعه شیعه و هزاره افغانستان جریان داشت، یقیناً گروه های تروریستی تکفیری که عملاً یک پروژه و فتنه بین المللی است در پشت برنامه ها قرار داره. ما تقریباً برای مردم افغانستان محرز است که گروه های تروریستی تکفیری نه تنها دشمن تنها جامعه هزاره، بلکه دشمن تمام ملت افغانستان است و یقیناً این حادثه یکی از تکان دهنده ترین حوادث سالهای اخیر بود و امیدوار هستیم که این حادثه و به برکت خون شهدا. بله آقای مهدوی، گروه تروریستی تکفیری یعنی چه؟ تحولات جدید در افغانستان باشه. این گروه تروریستی تکفیری که به گفته شما حمایت بین المللی داره کدوم گروهه؟ اسمی نداره این گروه؟ معمولا مطابق سالهای گذشته در مکتب سید شهدا حوادث قبل از او و بعد از او گروه داعش مسئولیت حملات بر عهده گرفته، اگرچه حملات امروز هنوز گروه داعش رسما بر عهده نگرفته، اعلامی نداده، اما شواهد و قرائن نشان میده که گروه تروریستی داعش در پشت این حملات است و هدف آنها علاوه بر مرعوب و منکوب کردن جامعه هزاره افغانستان، به چالش کشیدن توان و ظرفیت امارت اسلامی افغانستان در امر تامین امنیت مردم میتونه یکی از اهداف این حملات باشه. اما آقای مهدوی، طالبان که شما هم جزو حامیانش هستید و حمایت میکنید از حکومت طالبان در افغانستان، تاکید دارن که گروه داعش در افغانستان وجود نداره و اتفاقا از همین کلماتی که شما استفاده کردید نام بردن، میگن اون یک پروژه بین‌المللی بوده که با سقوط کابل تمام شده و دیگه گروهی تحت عنوان داعش در افغانستان وجود خارجی نداره. پس چطور ممکنه که این حمله کار داعش بوده باشه؟ برداشت من است که پروژه تروریستی تکفیری یا داعش یک پروژه و فتنه بین المللی است و یقینا مبارزه با این پروژه عظیم و گسترده از و اراده جدی بین المللی و منطقه‌ای را می‌طلبه و من فکر می‌کنم تنها تا در ظرفیت یک کشور نیست، بلکه اراده بین المللی و منطقه را می‌طلبه. پس می‌گین که طالبان دروغ میگن که داعش وجود نداره؟ ما باور نیست که مبارزه با گروه های تروریستی تکفیری و امثال داعش مستلزم بسیج تمام ظرفیت های ملی بین المللی و منطقه است و ما بعید میدونم که امارت اسلامی افغانستان به تنهایی بتونه که از عهده نابود کردن گروه های تروریستی تکفیری برای و اراده ملت افغانستان و بسیج و ظرفیت های مردم افغانستان اگر در کنار ظرفیت های جدیت امارت اسلامی قرار بگیره، من یقین دارم که بتانیم به نتایج خوبتری بسیاریم. سوال من چیز دیگریه. طالبان میگن که در افغانستان داعش وجود نداره، شما میگید وجود داره. فکر میکنید که کی صادقه؟ خب من بحث صادق یا کاذب بودن نیست، بحثی است که متاسفانه یک پروژه است و این پروژه میتونه بسیار پیچیده باشه. سازمان‌های استخباراتی بسیار مختلف در پشت پروژه قرار داره و از و یک کشور حتی با تمام ظرفیت‌های کلان نظامی نمیتونه از عهده این پروژه سنگین بیرونی برای تا چه رسه امارت اسلامی افغانستان که یک اداره سیاسی و نظامی جدید هست، با چالش‌های اقتصادی گسترده مواجه هست. یقیناً بسیج مردم میتونه که بسیار مشکل را بتونه زودتر حل کنه. گروه های تروریستی تکفیری دشمن مشترک ملت افغانستان. بله، من فکر می‌کنم که به هر حال شما در واقع نمی‌خواید جواب واضحی به این سوال من بدین. آقای بفرمایید، چون هنوز من پاسخمو نگرفتم. من فکر می‌کنم که نفس همی که داعش دشمن مشترک همه ملت افغانستان و طالبان هست، یک فرصت هست که ملت افغانستان و امارت اسلامی در کنار همدیگر بتونن در برابر دشمن مشترک ایستاد شوند
خب در هر صورت خار شمردن یا ضعیف شمردن یا ناتوان شمردن گروه های توریست تکفیری ممکنه در یک مقطعی دولت بتونه موفق شود، اما چون یک پروژه بین المللی است، یک کشور نمیتونه به تنهایی با او مبارزه کنه و مدعی نابودی او شود. شما در ابتدا باید بپذیرید که اون دشمن وجود داره به گفته شما، که بعد بتونید باهاش به مبارزه بر بخیزید. وقتی که طالبان اساسا تکذیب میکنن وجود داعش در افغانستان رو، با کدام داعش یا کدام گروه تکفیری قرار بجنگن؟ من برداشت نیست که طالبان به صورت اساسی مطلق تکذیب نکرده موجودیت داعش را. طالبان میگن که داعش یک پروژه یا یک تهدید استراتژیک بلند مدت نیست در افغانستان، چون نز بسترهای منازعات فرقه‌ای در افغانستان موجود است و ضمن که تمام مردم افغانستان به شمول اداره سیاسی جدید یعنی امارت اسلامی افغانستان در برابر داعش با جدیت و قاطعیت میستند. فلذا من هم تاکید میکنم که داعش نمیتونه یک تهدید استراتژیک و بلند مدت باشه، اما در کوتاه مدت یقینا میتونه یک تهدید باشه و مبارزه با این تهدید بین المللی ظرفیت کلان بسیج مردم و حتی کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی رو میطلبه. طالبان که شما هم از حامیانش هستید، همیشه حرف از تامین امنیت سراسری میزنند. تامین امنیت رو یکی از دستاوردهای خودشون میدونن. کجاست اون امنیت آقای مهدوی؟ بحث امید است. ببینید کسانی که دشمنان ملت افغانستان است، کشورها و به حال آدرس هایی که نمیخواهند امنیت، صلح و ثبات در افغانستان بیاین، اونا عملا در پشت پرده حمایت از گروه های تروریستی تکفیری است. یکی از اهداف اساسی حملات امروزی بود که ظرفیت و چالش طالبان را در تأمین امنیت عمومی بتونن به چالش بگیرن و این بسیار واضح است. شما میبینید که یکی از اهداف است، اما در جدیت و قاطعیت امارت اسلامی در مبارزه با داعش ما در هفته‌اش ما شاهد بودیم و همه رسانه‌ها شاهد هستند که بسیار با جدیت و قاطعیت مبارزه کرد. بسیاری از هسته‌های داعش امروز به هر حال به صورت پنهان فعالیت می‌کنند، در صورتی که در حکومت گذشته گروه‌های داعش در چندین ولسوالی در اختیار داشتند، جبهات داشتند، مراکز آموزشی داشتند، ولی امروز اونقدر محدود شدن که تبدیل شدن به هسته‌ها و سلول‌های تروریستی در داخل شهرها و بعضی ولسوالی‌ها که بسیار پنهان هستند و متأسفانه نابسامانی‌های اقتصادی و مشکلات سیاسی که فعلا وجود داره در بحث رسمیت امارت باعث میشه که هر از چندگاهی یک چنین حادثه انجام بده. شما می‌بینید در خود آمریکا با اون ظرفیت عظیم امنیتی و نظامی در اروپا، در قلب اروپا هر روز حادثه اتفاق می‌افته. فلذا این حوادث در کل کشورها تا حدودی طبیعی است. فکر می‌کنم که مقایسه آماری اگر بکنیم به نتایج متفاوتی میگیر. آقای مهدوی، فرصت محدوده، در نهایت طرح شما برای حفاظت از جان شیعیان و هزاره ها چیه؟ باور من است که همونطور که پیشتر عرض کردم، این پروژه چون یک پروژه بین المللی است، باید امارت اسلامی تلاش بکنه که از ظرفیت های مردمی استفاده بکنه در امر مبارزه با گروه های تکفیری، و این زمان امکان پذیر است که یک حکومت فراگیر به وجود بیاید و تمام مردم افغانستان، تمام اقوام افغانستان چهره خود در او حکومت ببینند، در ساختارهای نظامی و امنیتی از او، و مردم او حکومت از خود بدانه و حکومت هم به مردم اعتماد بکنه. در او صورت ما میتونیم شاهد یک بسیج عمومی باشیم که حکومت و مردم در کنار یکدیگر بتانن برای مبارزه با گروه های تروریستی در یک جبهه واحد ایستاد شوند. و یقینا تا زمانی که مردم جدا از حکومت باشند و حکومت به تنهایی تلاش بکنه با این گروه های قدرتمندی تروریستی بین المللی مبارزه بکنه، هر چندگاهی حوادث اتفاق میفته و این ممکنه که آخریش هم نباشه. سپاسگزارم جعفر مهدوی. اما بسم الله تابان، رئیس مبارزه با جرائم جنایی وزارت داخله در دولت پیشین افغانستان از ورشو با ماست. آقای تابان، خوش آمدید به برنامه. صحبت‌های آقای مهدوی رو شنیدید. ابتدا از طرح ایشون برای حفاظت از جان هزاره ها و شیعیان شروع بکنیم، که ایشون معتقدند که باید امارت اسلامی بتونه از ظرفیت های مردمی استفاده بکنه برای حفاظت جان آنها. نظر شما چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمان برنامه شما، ابتدا عرض تسلیت دارم حضور خانواده معظم شهدای فاجعه امروز و حوادث اخیر در ولایت خوست کنند. ببینید یک موضوعی که دکتر شد مهدوی مطرح میکنه، از آدرس دیگه مطرح میکنه، از آدرسی که
در خوشبختانه یا متاسفانه مورد قبول مردم افغانستان نیست. دکتر سید مهدوی به علاوه طرحی که مطرح کردن که مردم خودش دخیل شوند در این مسئله، درست است که از لحاظ مسلکی میتونیم که همکاری مردم در تامین امنیت جلب بکنیم، اما با کی؟ با گروه تروریستی مثل طالب؟ خود طالب یک گروه تروریستی است. دکتر سید مهدوی مطرح میکنن و یک آدرس بسیار کلی و یک آدرس واهی را به نام گروه تکفیری، یک معلوم نیست آدرس گروه تکفیری کیا هستن. قطعا طالبا خودش داخل این گروه هست. طالبا زمینه ساز و بستر ساز گروه تکفیری در داخل افغانستان هستند و مخاطر نمیتونن مردم افغانستان اعتماد بکنن به یک گروه تروریستی. چطور بتونن با اونها حمایت بکنن؟ امروز دیدن مردم میرفتن برای اهدای خون اما اونها مانع میشدن. شما امروز دیدین که طالبا چگونه اجساد شهدا را در یک کانتینر مثل یک زباله انداخته بودن و مردم اجازه نمیدادن تا فرزندان و عزیزانشون شناسایی بکنن. مردم چگونه باید اعتماد بکنن با یک گروه تروریستی که از با اونا همکاری بکنن؟ این یک موضوع بسیار مهم است که باید آدرس مشخص شما از مردم تقاضا شد با یک آدرس مشروع شما همکاری بکنن. آقای تابان، در بخش دیگه ای از صحبتاشون آقای مهدوی گفتن که طالبان با قاطعیت در با داعش مبارزه کردن در افغانستان. نظر شما رو میخوام بدونم. ببینین از لحاظ مسلکی هم در سابق و هم حالا هیچ خط فاصله بین داعش و طالب وجود ندارد. اگر قبلا یک ظاهر سازی اینا میکردن یک خط فاصله را بین خود ایجاد میکردن، اما بعد در شرایط فعلی حتی این خط فاصله ظاهری و نامرئی بین طالب و داعش دیگه از بین رفته. شما هیچ تفکیک بین طالب و داعش کرده نمیتونه. شما چطور میتونه بین طالب و داعش تفکیک رو قائل شوید که یک از افراد بلندپایش ولی کابل باشه؟ چطور میتونین شما بین طالب و داعش تفکیک قائل بکنین که یک از افراد بلندپایش معاون والی ننگرهار باشه؟ یک گپی است که با آدرس نامعلوم راجع کردن مردم افغانستان است و یک چیزی است که مردم افغانستان میخواهد در این وضعیت و در این فضا سردرگم بکنه که از کی باید بازخواست بکنه. راجع کردن قضایا با آدرس داعش و آدرس دادن مردم به یک جای نامعلوم یک نوع سردرگمی ایجاد کردن است. بله. در جامعه و در انظار عمومی. آقای تابان، شما زمانی در واقع رئیس مبارزه با جرائم جنایی بودید در دولت پیشین. اساساً فکر میکنید که آیا طالبان اراده‌ای برای حفظ جان شیعیان و هزاره ها دارن؟ ببینید، طالبا خودش از همون دور اولی که به قدرت آمدن در دهه 90 یک از دشمنای واقعی مردم هزاره و شیعه افغانستان بود. مردم شیعه و هزاره افغانستان هیچ جای قتل عام مزار را زیاد نمی‌برند، قتل عام یک آلنگ را زیاد نمی‌برند. تخریب تاریخی ترین اثر فرهنگی و تاریخی مردم خود را زیاد نمی‌برند که بودای بامیان بودند. مردم شیعه و هزاره افغانستان هیچ گاهی کند پشت زابل را زیاد نمی‌برند که طالبا گروه‌های دست جمعی از جوان‌ها و از مسافرین مردم به وجود آورده بودند. ما بعد از او در دوران 20 سال گذشته مردم هزاره و شیعه افغانستان چطور میتونه جلریز از یاد ببره؟ من میگم دکتر سید مهدوی چطور میتونه به عنوان یک هزاره و به عنوان یک شیعه که قربانی پدیده تروریسم هستن جلریز از یاد ببره؟ آقای تابان، من شما خواهش میکنم با ما بمونین. گفتگوی ما با آقای مهدوی تمام شده بود اما ایشون برگشتن به برنامه برای اینکه مثل اینکه صحبتی دارن. بشنویم پاسخ آقای مهدوی را. آقای مهدوی، ببینید، ما در ارتباط با این که در گذشته طالبان چی کردن تفسیرهای مفصل شده سر از او بحث نمی کنم، اما طالبانی که در این 8 ماه آمدن در امر تامین امنیت مردم، امنیت عمومی مردم، اگر مواردی بوده به هر حال مشکلات پیش آمده، قتلهایی بوده و بحث از او جدا، در بحث تامین امنیت مردم طالبان با جدیت اقدام کرده. شما میتونید از هر افغانی که فعلا در کابل در ولایت زندگی میکنه ایره پرسان بکنید و در موضوع داعش بحث من نیست. این گزارش شورای امنیت ملل متحد است، گزارش آمریکا است، گزارش چین است، روسیه است که طالبان در امر مبارزه با داعش بسیار جدی و موفق عمل کرده به طور نسبی. وقتی ما این رو مقایسه میکنیم با سکتور امنیت ملی و شورای امنیت حکومت آقای غنی که عملا با گروه های تکفیری و به صورت مشخص داعش همکاری داشتن در زدن مکاتب و مساجد مردم هزاره، من فکر میکنم نفسی پیشرفت است. اما در اینکه ما بیاییم موضوعات سیاسی که مشکلات فعلا موجود است، حکومت فراگیر نیست، مکاتب بسته است، این رو تعمیم بدیم به این موضوع مشخص، من فکر میکنم که
یک نگاه واقع بینانه نیست. او بحث از او جداست، اما در بحث مبارزه با داعش جهان امروز اعتراف داره که امارت اسلامی محقق. اجازه بدین بشنویم پاسخ آقای تابان رو. در این زمینه من میفهمم که چطور میتونیم شما ملاک امنیت یا تعریفی از امنیت ملاک قرار بدین. دکتر سید مهدوی خودش یکی از کسایی هستن که در این زمینه صاحب رسوخ است. چطور میتونیم ناامنی را تعریف بکنیم؟ ناامنی چی است؟ چی واضح تر از وضعیت کنونی بر مردم افغانستان ناامنی است؟ واقعا مصداقهای ناامنی مگر ای است که مردم صحبت کرده نتونن؟ آیا امنیتی است که واقعا مردم افغانستان نتونن با آرامش زندگی بکنن، نتونن سفر بکنن؟ از کجای ناامنی صحبت میکنه؟ من نمیفهمم. من واقعا به عنوان یک کسی که یک دو روزه در این سکتور بودم، زمانی که طرفدارا و حامیای طالبان مطرح میکنن که طالبان امنیت آورده، هیچ میشم. امنیت واقعا چی را آوردن؟ شما مردم دار میزنین، در چوکای هرات میگردانین آدمای بیگناه را بدون محکمه، شاید هم گناه داشته باشه، بدون محکمه دار میزنین. بله. ما نمیشن میگذارین امنیت؟ من میخوام به یک نکته فقط اشاره کنم. بحث امروز ما در یا این نکته که با سرش بحث داریم در جدی بودن یا عدم جدیت طالبان در مبارزه با داعش است. اگر ما بیم کل بحث این 8 ماه تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی رو بحث بکنیم، من فکر میکنم در این مقوله نمی گنجه. در امر مبارزه با داعش جهان، شورای امنیت ملل متحد و 5 کشور عضو دائم شورای امنیت معترف هستند که طالبان موفق و جدی عمل کرد. آقای مهدوی درست میفرمایید، این بحث خیلی طولانی خواهد شد، متاسفانه فرصت محدوده. امیدوارم که در فرصت دیگه بیشتر بتونیم در این باره گفتگو بکنیم. متشکرم از هر دوی شما، جعفر مهدوی و بسم الله تابان. افتتاح یک باشگاه ورزشی در تهران با حضور ستارگان مشهور فوتبال جهان و حق عضویتی سالانه بین 100 تا 300 میلیون تومان جنجالی شده. بعضی آن را نشان دهنده اختلاف شدید طبقاتی و فساد عده‌ای خاص می‌دانند و دیگران آن را نشان دهنده اقتصاد آزاد می‌دانند. در واکنش به اعتراضات و فشار افکار عمومی، وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده که این باشگاه مجوز فعالیت نداشته و تعطیل خواهد شد، هرچند بعضی معتقدند صاحبان ثروتمند باشگاه مشکل مجوز را هم به زودی حل خواهند کرد. فرین آسمی گزارش می‌دهد. جنجال بر سر افتتاح باشگاه متا یا آنطور که در دعوتنامه‌اش آمده متا فیتنس در طبقه 9 مرکز خرید سام در خیابان فرشته تهران، باشگاهی لوکس و گران قیمت با شهریه‌های نجومی، فقط برای مردان. مراسم افتتاحیش با حضور این چهره‌ها برگزار شد. 4 اسطوره فوتبال دنیا. لوتار ماتئوس، بازیکن مشهور و کاپیتان سابق تیم ملی آلمان، اینجا به دنبال علی دایی، فوتبالیست ایرانی است. علی دایی در این مراسم حضور نداشت، اما حمید استیلی، دیگر فوتبالیست ایرانی بود. این هم تصاویر ورزش کردن و امتحان امکانات این باشگاه توسط این ستارگان ورزشی. افتتاحیه‌ای با سر و صدا و انتقاد فراوان. ستارگان فوتبال دنیا با دعوت این فرد به ایران آمده بودند. سپهر تاروردیان، مدیرعامل شرکت همایش فرازان و مدیرعامل شرکت مدیران تاثیرگذار. فردی که خبرگزاری میزان گفته با وجود تحریم‌ها کارآفرینی و ایجاد اشتغال می‌کند. بعد از انتقادهای فراوان به افتتاح این باشگاه، وبسایت و صفحه های آقای تاروردیان در اینستاگرام و توییتر از دسترس خارج شده. بسیار فوق العاده شما. او پیش از این در وبسایت انگلیسی اش نوشته بود که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در 23 سالگی از وزارت خارجه استعفا کرده تا از تجربیاتش در دنیای سیاست، در علم و اقتصاد و دین استفاده کند. پیشینه ای که چندان هم شفاف نیست. حالا اعلام شده این باشگاه مجوز ندارد و پلم می شود. این اطلاعیه اداره کل ورزش و جوانان استان تهران درباره غیرقانونی بودن فعالیت باشگاه متا. نرخ گذاری و درجه بندی باشگاه ها در آینده نزدیک انجام خواهد شد. این باشگاه خصوصی بدنسازی هنوز مجوز فعالیت نداشته و افتتاح آن صرفاً یک فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی بوده که با دعوت از چند مهمان ورزشکار مشهور خارجی به آن دامن زدند. این واکنش علی جوادی، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران. فعالیت این باشگاه مورد تایید ما نبوده، چرا که این مجموعه فاقد پروانه ورزشی لازم است و برای فعالیت باید به سرعت پیگیر روند قانونی خود باشد. او حتی گفته در صورتی که باشگاه متا بتواند پروانه فعالیت بگیرد، شهریه آن با استناد و طبق تعرفه مصوب اداره ورزش و جوانان تهران محاسبه می شود.
بر اساس تصویری که از آگهی‌های این باشگاه منتشر شده، خدمات آن در دو سطح است. سطح گلد یا طلایی که شامل جلسات نامحدود، سونا و جکوزی، لاکر اختصاصی، استفاده از خدمات ماساژ و سالن آرایش و کافی شاپ و پارکینگ رایگان است با شهریه 320 میلیون تومان. سطح سیلور یا نقره‌ای شامل 16 جلسه در ماه و سونا و جکوزی است با قیمت 160 میلیون تومان در سال. علی‌حسین اصلانیان، مهاجم اسبق پرسپولیس که آن شب در مراسم افتتاحیه باشگاه حضور داشت، میگوید به مهمانان اعلام شده هزینه یک سال باشگاه 124 میلیون تومان است. به حاضرین هم گفته شده 25% تخفیف افتتاحیه میگیرند. در میان مقام‌های جمهوری اسلامی هستند کسانی که با تأسیس چنین باشگاه‌هایی مخالفند. وحید یامین‌پور، معاون وزارت ورزش و جوانان: منطق سرمایه به شما میگوید تأسیس باشگاهی لاکچری با شهریه 350 میلیونی اتفاق بدی نیست. ما از آنها مالیات حسابی میگیریم و برای فرودستان خرج میکنیم. فرودستان از سرریز سفره آنها توشه خواهند چید. ولی جامعه هزاران بار بیش از این مالیات از این شکاف غیرقابل توجیه آسیب خواهد دید. و بحثی که خیلی آن را مطرح کردند این بود که این باشگاه بیش از آن که محلی برای ورزش باشد، محلی برای گسترش روابط و بازاریابی است. توییت حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران: احتمالاً اعضای بسیار محترم و متنفذ آن باشگاه، کلاب، لوژ، فقط بدنسازی نمی کنند، بلکه بازیسازی و کارسازی و کادرسازی هم می کنند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده دو مالک این باشگاه برای راه اندازی آن 25 میلیارد تومان هزینه کردند و غذاهایی مثل استیک و خاویار در آنجا سرو می شود. در تهران باشگاه های زیادی وجود دارد که شهریه خیلی از آنها آنقدر بالاست که برای همه شهروندان قابل پرداخت نیست. اما در زمانی که بسیاری از شهروندان در تهران برای تهیه غذای ساده و عادی خود با مشکل مواجهند، افتتاح متا فیتنس در صورتی که مجوز بگیرد شاید نشانه آن باشد که شکاف اقتصادی و اجتماعی به مرحله جدیدی رسیده. فرین عاصمی، بی بی سی. همطور که اشاره شد، انتشار این خبر واکنش‌های زیادی برانگیخته در شبکه‌های اجتماعی. برای مرور این واکنش‌ها همکارم فرین تقی‌زاده در استودیو به ما پیوسته. فرین، از واکنش‌ها بگو. رنا، این باشگاه به قول اون چه که در ایران گفته میشه لاکچری، انگار که مثل یک توپی وسط ایستاده و همه این حاشیه‌ها بهش یه جوری داره وصل میشه و همه این حاشیه‌ها هم باز خودشون به هم دیگه ربط دارن. یعنی مثل یک تار عنکبوتی، شاید بتونم بگم که میتونیم مثالش بزنیم، به خاطر که از یک نقطه که شروع میکنیم، مسئله این هستش که خب این با دستور چه کسی، با چه رانت‌هایی این باشگاه اومده تأسیس شده. این باشگاه در این حدی که وجود داره نمیتونه، حتی اگر که با یک بودجه شخصی هم باشه، توسط یک آدم معمولی، یک شهروند معمولی ساخته شده باشه. برای همین این رو خیلی‌ها بهش پرداختن، ولی از جهت اجتماعی باز مثلا کسی مثل عباس عبدی اومده توییت کرده، گفته که الان که بحث بسته شدن این باشگاه به میون اومده و تعلیق کردن این باشگاه، انگار که ما داریم صورت مسئله رو پاک می‌کنیم، در صورتی که نابرابری گسترده که هم با وجود همین باشگاه الان به چشم خیلی‌ها اومده همچنان وجود داره. اینطوری نیست که یک شبه بخوایم یک باشگاه رو تعطیل کنیم و این نابرابری از بین بره، نه، این هنوز سر جای خودش ایستاده. کسای دیگه هم هستم، مثلا مثل آقای آقازاده که از خبرنگاران بسیار قدیمی هم هستش، باز اومده در توییتر خودش نوشته که مسئله اجتماعی بهش پرداخته، چون در هفته های گذشته خود رسانه های راستگرای ایران به مسئله خراب بودن پله برقی ها در تهران مشخصا اشاره کرده بودن، ویدیو گرفته بودن، چند تا از پله برقی ها نشون داده بودن که خرابه و مردم مجبورن که پیاده با پای خودشون برن اون بالا، و خیلی از شهروندان داشتن میگفتن که آقا این پله برقی دوای کار ما نیستش، ما از این خوب استفاده نمی کنیم. آقای آقازاده اومده به همین اشاره کرده، میگه در شهری که، در جامعه که پول وجود نداره که به مشکلات مردم رسیدگی بشه، این هزینه ها از کجا اومده که بخواد صرف وجود همچین باشگاه هایی میشه و این شرایط جامعه هست. ولی خب هستند همچنان کسایی که در توییتر میبینیم که از موافقان تاسیس این باشگاه هم هستن و میگن که این باشگاه ها باید وجود داشته باشه. یه سری دیگه اشاره کردن به باشگاه های مثلا جنتلمن کلابز در پتا بریتانیا و مقایسه کردن که همچین باشگاه های اینجا هم هست، ولی
نکته هزینه این باشگاه هم هستش که کسی که میخواد بره عضو این باشگاه بشه باید چقدر پول بده. این پولی که دارن ازش صحبت میکنن حتی مقایسه شده با همچین باشگاه هایی در کشورهای غربی همچنان بالا هستش. برای همین یه سری دیگه دارن میگن که خب این باشگاه رو شما در نظر بگیرین که کشورهای عربی اگه داشته باشن در حاشیه خلیج فارس اونها چقدر دارن شارژ میکنن کسایی که بخوام بیان توی این باشگاه رو، برای همین ممکنه اونقدر هم بالا نباشه. ولی اینکه در یه باشگاهی بخوام برن لینک بزنن، نتورکینگ کنن، همدیگه رو بشناسن و این حرفا، باز مسئله هستش که در باشگاه های مشابه وجود داره و فقط این اتفاق در ایران نیست که حالا تازه الان داره باز میشه همچین چیزی، ولی سال هاست که در کشورهای دیگه هم وجود داره. یه سری از موافقان دارن میگن که آقا قوانین دولت و حکومت ایران در مورد کلن کالاهای لاکچری اشکال داره، یعنی انگار که یک رانتی داده میشه ورود میکنه یه سری کالاهای لاکچری، مثلا مثل ماشینهای لاکچری که دارن ازش اسم میبرن، بعد اگه با مخالفت روبرو بشه جلوشو میگیرن میگن که خب نمیتونه ماشین واردات ماشینهای لاکچری ممنوع میشه. حالا در مورد باشگاه هم داره این اتفاق میفته، برای همین میگن که خب یه سری از افراد در جامعه هستن که این سبک زندگی دارن ادامه میدن و دارن اینطوری زندگی میکنن، که باز میگن که خب این افراد هم آدمهایی هستن که رانت دارن، ربط دارن به حکومت ایران و آدمهای معمولی نیستن، چه اونهایی که تأسیس میکنن هر چقدر که بگیم که این بودجه شخصی بوده، چه آدمهایی که میرن اونجا اسم مینویسن و حتی چه آدمهایی که اونجا کار میکنن. برای همین کل ماجرا رو که نگاه کنیم انگار که این باشگاه دلیلی شده که نگاه کنن به اتفاقات و شرایط که در جامعه ایران و این نابرابری های اجتماعی که وجود داره. متشکرم فرانه تقی‌زاده که نگاهی کرده بود به واکنش ها به خبر افتتاح این باشگاه ورزشی پر زرق و برق. برای گفتگوی بیشتر در این باره امید رضایی روزنامه‌نگار و پژوهشگر جامعه با ماست و همچنین محمد ماشینچیان روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری عمومی، خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای رضایی، شنیدیم از صحبت‌های فرن که دی معتقدند که چه اشکالی داره وجود باشگاه‌های ورزشی که حق عضویت بالایی می‌گیرند، به هر حال بخشی از جامعه ایران ثروتمندند و میتونن از این امکانات استفاده بکنن. آقای رضایی صدای منو دارید؟ بله، من متوجه سوالتون نشدم. یک لحظه صداتون نداشت. گفتم که عده‌ای معتقدند که به هر حال بخش از جامعه ایران ثروتمندند و چه اشکالی داره که ثروتشون رو در راه عضویت در یک باشگاه ورزشی خرج بکنن. یک نکته کوچیک این که من پژوهشگر جامعه نیستم، دانشجوی ساده و رده پایین جامعه شناسی هستم. و برگردم به سوال شما، مسئله بیشتر از این که این باشه که یک عده پولشون رو خرج چی میکنند، اینه که یک عده پولشون رو از کجا میارند. ما داریم راجع به جامعه ایران صحبت میکنیم، نه جامعه بریتانیا یا جامعه آلمان یا جامعه ایالات متحده آمریکا. ما داریم راجع به جامعه صحبت میکنیم که در اون شاخص های فساد، شاخص شفافیت اقتصادی بسیار بسیار، شاخص فساد بسیار بسیار بالاست و شاخص شفافیت اقتصادی بسیار پایینه. جامعه‌ای که در اون رشد اقتصادی سرانه تولید ناخالص ملی بسیار پایینه، جامعه‌ای که در اون قدرت خرید بسیار پایینه. و خب به طور طبیعی، یعنی واکنشی طبیعی تر از این وجود نداره که ما بپرسیم این پول‌ها از کجا میاد و چه کسانی به چنین باشگاه‌هایی دسترسی دارن. من فکر می‌کنم این واکنش طبیعی جامعه‌ایه که به لحاظ اقتصادی در چند سال گذشته، در چند دهه گذشته، منهای چند استثنای شاید یکی دو ساله اون وسط، تحت فشار شدید اقتصادی تورم رو داره به چشم میبینه. راهی کسانی که قبلا وضعیت اقتصادی با ثباتی داشتند، همه این ثبات رو از دست دادن. آدم‌ها مدام بیشتر به حاشیه شهرها رانده میشن و این کلیت. و بعد یهو میبینیم یک چنین چیزی در وسط تهران، پایتخت عجیب و غریبی مثل تهران، ظهور میکنه با اون فقر عجیبش که حالا دیگه واقعا به خصوص وضعیت مسکن در تهران و سایر هر چیزی که میدونیم. و طبعا جامعه میپرسه که این پول ها از کجا اومده و چه کسانی به این دسترسی دارن. من فکر نمیکنم هیچ سوالی طبیعی تر از این باشه. سوالی که بله آقای رضایی متوجه شدم. آقای ماشینچیان، سوالی که پولی که اعضای باشگاه آوردن از کجا آمده یک سواله، این که الان تصمیم میگیرن این باشگاه تعطیل بشه یک مسئله دیگه است. عده‌ای معتقدند که تعطیلی باشگاه در واقع به نوعی دوباره حمله به بخش خصوصیه که فردی امکان اینو داشته که یک باشگاه پر زرق و برق تأسیس بکنه، چرا باید تعطیل بشه؟
من قبول دارم این رو و ضمناً فرمایش میهمان دیگه برنامه رو هم قبول دارم کاملا و فکر میکنم این دیستینکشن، این تمیز درست تمیز رو باید قائل شد بین این دوتا مسئله و خیلی مهمه. یه وقت هست که ما میپرسیم آیا این مال، این ثروت مشروع هست یا نیست؟ علتش هم طبیعیه، این که عمده ثروتمندان ایرانی، عمده کسانی که در طول 30-40 سال گذشته در ایران ثروتمند شدن از راه های مشروع، از راه خدمت رساندن، از راه خلق ارزش برای جامعه ثروتمند نشدند و طبیعتاً این مشغولیت این دغدغه در ذهن مردم ایجاد شده و الان سوال میپرسند. اما در مورد این بسته شدن باشگاه که شما هم اشاره کردید، من یادآوری میکنم این تنها باشگاه لوکس تهران نیست. ما باشگاه‌های لوکس خیلی زیادی داریم، فقط هم باشگاه‌های لوکس زیاد نیستند، استخرهای لوکس داریم در تهران، فروشگاه‌های لوکس داریم و خیلی چیزهای دیگه. این الان رسانه‌ای شده و بلافاصله هم دارن بهش واکنش نشون میدن. از یه طرف خوبه، نشون میده که جامعه مدنی در ایران داره کار میکنه، صدای مردم یه جایی شنیده میشه. هر چند این پیروزی‌ها پیروزی‌های خیلی کوچکیه و مسئولان در مقابل فقط یه همچین موضوعات شاید بشه گفت بی اهمیتی ممکنه کرنش کنن، اما در این حال از طرف دیگه شاید امیدوار کننده باشه. اما اینکه مجوز سالاری رو نباید انکوریج کرد، مجوز سالاری رو در ایران نباید تشویق کرد. اینکه چون یه جایی نتونسته مجوزهای لازم رو دریافت کنه پس ما اونجا رو تعطیل میکنیم، اینکه اینجا از اون چیزی که ما دلمون میخواسته لوکستر و براق‌تر پس تعطیلش کنیم، اینها رو من حقیقتش باش مخالفم و فکر میکنم که بر روی کرده درستی نیست. آقای رضایی، فراتر از موضوع این باشگاه بخوایم بریم، به هر حال مسئله فاصله طبقاتی و تشدیدش مسئله‌ای که شما هم بهش اشاره کردید و هی عیان‌تر و عیان‌تر میشه. فکر میکنید که در طولانی مدت چه تبعاتی برای جامعه ایران داره چنین عیان شدن این اختلاف طبقاتی؟ فکر میکنم کمابیش ما داریم این عواقب رو میبینیم، چیزی نیست که حالا لزوماً مکول به آیندهش بکنیم. این عیان شدن اختلاف طبقاتی، ببینید اختلاف طبقاتی چیزی نیست که فقط در ایران وجود داشته باشه و چیزی هم نیست که در سالهای اخیر به وجود آمده باشه. این که در سالهای اخیر بیشتر شده، این که در سالهای اخیر روند دیگری داشته، بحث دیگری است، ولی همه اینها بوده. عیان شدنش هم به هر حال از یک دوره‌ای به بعد جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که حالا در دوره‌های مختلف، ولی اخیراً به خصوص از اون جایی که رهبر جمهوری اسلامی خامنه‌ای صراحتاً گفت که منظور از مستضعفینی که انقلاب که یک زمانی حامیان اصلی جمهوری اسلامی محسوب می‌شدن از نظر گفتمان خود جمهوری اسلامی، دیگه بحث از مستضعفین، یعنی منظور جمهوری اسلامی، منظور سران حکومت، منظور از کسانی که انقلاب کردن اینها نیست. جمهوری اسلامی تکلیفش رو روشن کرده و مشخصه که دیگه براش این بحث تجمل، این بحث دفاع از فقرا در برابر ثروتمندان، همه این بحث‌هایی که به هر حال یه بخشی از کلیت جمهوری اسلامی همیشه بوده نیست. اما اینکه این شکل از اینجوری به نمایش گذاشته میشه، طبیعیه که به هر حال همون واکنش‌هایی رو می‌بینیم به همراه داره که واکنش‌های خشمگینی رو به همراه داره که امروز در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، فردا ممکنه در خیابان‌ها ببینیم. اینکه اینها به کجا ممکنه ختم بشن، چه عواقبی از دل این اعتراض‌ها ممکنه بیرون بیاد، خیلی برای هیچ کس فکر می‌کنم چیز مشخصی نیست. اما قطعاً آخرین موج بزرگ اعتراضی در ایران آبان 98 چیزی جز یا حداقل بخش زیادیش همین واکنش به وضعیت اقتصادی بود. و ببینید وضعیت اقتصادی، اینکه اختلاف طبقاتی زیاد بشه، باز در جوامع دموکراتیک سرمایه‌داری هم طبیعیه، رشد اقتصادی بیشتر میشه، عده سود بیشتر میبرن، عده سود کمتر میبرن و اختلاف بیشتر میشه. اختلاف در تمام دهه‌های اخیر از دهه 1960-70 به بعد در تمام دنیا در جوامع دموکراتیک هم اختلاف طبقاتی مدام و مدام بیشتر شده، مثلا از پس همه‌گیری کرونا بیشتر هم شده. مسئله اینه که در جامعه ایران رشد اقتصادی وجود نداره، مسئله اینه که در جامعه ایران ثروتی تولید نمیشه. عده بسیار بسیار اندکی، اقلیتی مطلق، نه یک اقلیت 10 درصدی 20 درصدی، یک اقلیت
نمیدونیم چه عددی، ولی احتمالاً 1-2% چنین سودهای عجیبی میبرن. و چنین باشگاهی در دوران رکود، در دوران از هم پاشیدن اقتصاد باز شده با چنین، و واکنش طبیعتاً خشمه و این بله. یه روزی هم میاد تو خیابون. آقای ماشینچیان، همونطوری که آقای رضایی هم اشاره کردن، اختلاف طبقاتی در بسیاری از کشورهای جهان وجود داره. همین در قبل از برنامه من داشتم جستجو میکردم که ببینم که آیا باشگاه‌های لوکس در اروپا گرونترینش چقدر عضویتش، بعضن هستن باشگاه‌هایی که سالانه 30,000 دلار حق عضویتشون هست، اما چرا انقدر حساسیت برانگیز نیستن در بدنه جوامع غربی؟ ببینید، اتفاقی که در غرب میفته، اتفاقی که در کشورهای توسعه یافته یا در بازارهای آزاد رقابتی میفته، همونطور که مهمان برنامه اشاره کردن، این است که یه افرادی از راه خدمت رسوندن، از راه خلق ارزش، یعنی یه نفری میره، آقای بیل گیتس یه چیزی درست میکنه، کامپیوتر خانگی، این زندگی مردمان تمام دنیا رو زیر و رو میکنه، یا آمازون به همین ترتیب، یا شرکت‌های دیگه، گوگل به همین ترتیب. و خب اینها خیلی ثروتمند میشن، اما ثروتشون رو از راه خدمت رسوندن به جامعهشون به دست آوردن. در ایران اینطور نیست. در ایران ما بهش میگیم در اقتصاد بازی و حاصل جمع صفر. یه افرادی ثروتمند شدن به قیمت فلاکت بقیه مردم، اینه که باعث بروز حساسیت میشه، نه نفس ثروتمند بودن اون افراد. مضاف بر این که در بقیه دنیا، خب بله، یه نفر 1,000 برابر ثروتمند شده، اما بقیه جامعه هم زندگیشون همه بهتر شده. حالا 1,000 برابر بهتر نشده، 100 برابر بهتر شده. اما در ایران به ازای اون افرادی که 10,000 برابر ثروتمندتر شده اند، مردم 500 برابر فقیرتر شدن. این خودش این استکاک رو بیشتر و بیشتر میکنه. و یه نکته اینه که ایران مصداق، یعنی اون چیزی که بهش میگیم اختلاف طبقاتی، در ایران داستان مزرعه حیوانات اورول که خوک‌ها دیگه روی دو پا راه میرن، یعنی همون شعارهایی که با توسل به اونها، با دامن زدن به اونها انقلاب کردن و با هیجان زده کردن مردم باش انقلاب کردن، همون شعارها الان می‌بینید که طبقه حاکم داره. و ضمناً 1-2% هم نیستن، خیلی کمترن. افرادی که در کشور ما این طبقه حاکم، بچه پولدارهای تهران که شما هر جای دنیا برید اونها رو میشناسن، یعنی این شهرهشون به همه چهارگوشه دنیا رسیده. در تهرانی که مازراتی پارتی شما دارید، در تهرانی که شما پورشه پارتی دارید، و هیچ کدوم از اینها نتیجه بازار آزاد و اقتصاد آزاد و این داستان ها نیست، اینها صرفا بچه های اون خوک ها هستند که الان دارن روی دو پا راه میرن، که یه ثروت‌هایی به دست آوردن، یه رفاهی ازش برخوردارن که در هیچ جای دنیا قابل تصور نیست. آقای رضایی، در 30 ثانیه میتونید یک فکر به ما بگید که آیا راه حلی وجود داره؟ راه حل قبل از هر چیزی جمع کردن فساد اقتصادی، شفافیت اقتصادی ما قابل جامعه ایران، اقتصاد ایران قابل مقایسه با اقتصاد سرمایه‌داری که در جهان به عنوان معمول میشناسیم، در بریتانیا یا ایالات متحده یا در آلمان نیست. ما تا زمانی که یک اقتصاد درست نداشته باشیم که شفاف باشه، همه توش درست مالیات بدن، باز شدن چنین باشگاهی یک بحران اجتماعیه و حرف زدن درباره‌اش، انتقاد کردن ازش طبیعی‌ترین واکنش جامعه. سپاسگزارم آقای ماشینچیان. شما در 30 ثانیه به نظرتون راه حل چیه؟ من موافقم. بهترین کار این است که دولت از پاشو از اقتصاد بیرون بیاره، بذاره مردم انتخاب کنن، بذاره مردم زندگی کنن، اقتصاد شفافتر بشه. و مادامی که دولت تصمیم میگیره برنده و بازنده اقتصاد کیه، طبیعتاً برنده ها نزدیکان کسانی که به دولت، به حکومت متصل هستن خواهند بود، و ما شاهد همچین قضیه خواهیم بود، شاهد اجرای مزرعه حیوانات اورول مقابل چشمانمون خواهیم. متشکرم. محمد ماشینچیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری عمومی، امید رضایی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر جامعه شناسی. صندوق بین‌المللی پول میگوید جنگ اوکراین روند بهبود اقتصاد جهان را کند کرده، تورم را افزایش داده و فشار اقتصادیش را بیشتر از همه کشورهای فقیر باید تحمل کنند. این نهاد در گزارش دوره‌ایش درباره چشم‌انداز اقتصاد جهان پیش‌بینی کرده که نرخ رشد اقتصادی کمتر شود. همچنین برآورد شده که نرخ تورم هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته بالا برود. طبق این گزارش انتظار می‌رود امسال و سال آینده در ایران رشد اقتصادی کند شود، نرخ تورم تا حدی کاهش پیدا کند، ولی نرخ بیکاری بالا برود. بهرنگ تاجشین گزارش می‌دهد. انفجارهایی که موجش تا آن سر دنیا می‌رود. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید
حمله روسیه به اوکراین روند بهبود وضع اقتصاد جهان را به شدت مختل کرده. این بحران در شرایطی اتفاق می‌افتد که اقتصاد جهان بعد از همه‌گیری هنوز کاملاً بهبود نیافته بود. حتی قبل از این جنگ هم تورم در بسیاری از کشورها به دلیل ناترازی عرضه و تقاضا و حمایت‌های پولی دوران همه‌گیری رو به افزایش بود و باعث سیاست‌های انقباضی پولی شده بود. شهربندان‌های اخیر در چین می‌تواند گلوگاه‌های تازه‌ای در زنجیره‌های بین‌المللی تأمین ایجاد کند. در چنین شرایطی در کنار ضربه انسانی فوری فاجعه بارش، جنگ رشد اقتصادی را کند می‌کند و تورم را بالا می‌برد. این نهاد همین 3 ماه پیش انتظار داشت اقتصاد جهان امسال 4.4% رشد کند، ولی حالا پیش‌بینی‌اش از نرخ رشد را به 3.6% کاهش داده. افزایش قیمت جهانی حامل‌های انرژی، مواد غذایی، فلزات و دیگر کالاهای اساسی باعث شده نرخ تورم در بسیاری از کشورها به بالاترین حد در 3 یا 4 دهه گذشته برسد. صندوق بین المللی پول میگوید این پدیده خطری جدی است و دست بانک های مرکزی برای کمک به رونق اقتصاد را میبندد. در کنار این بسیاری از عواقب منفی همگیری کووید 19 از جمله کاهش اشتغال زنان همچنان پابرجاست و این رشد اقتصاد را کند کرده. محاسبات ما نشون میده که اگه زنان به اندازه مردان به بازار کار دسترسی داشتن، تولید ناخالص داخلی در آمریکا 5%، در ژاپن 9%، در هند 27% و در مصر 34% بیشتر بود. در نتیجه اگر دنبال رونق اقتصادی هستید، باید شرایط مشارکت زنان در جامعه خودشون رو فراهم کنید. گزارش صندوق بین المللی پول تصویر خیلی دلگرم کننده ای از چشمانداز اقتصاد ایران ارائه نمیده. پیش بینی شده که نرخ رشد اقتصاد ایران از 4% پارسال به 3% برای امسال و 2% برای سال آینده کاهش پیدا کنه. طبق این گزارش که بر اساس آمارها و پیش بینی های دولت و بانک مرکزی ایران تهیه میشه، انتظار میره نرخ بیکاری هم امسال و سال آینده بالا بره. نرخ تورم برای امسال هم 32.3% و برای سال آینده 27.5% پیش بینی شده. در مجموع به نظر میاد مقام‌های ایران هم انتظار دارن که رشد اقتصاد کشور کند بشه، نرخ بیکاری افزایش پیدا کنه و تورم هم نسبتاً بالا بمونه. 2 سال پس از شروع همه‌گیری کرونا، کسب و کار صنایعی از جمله گردشگری هنوز به سطح سابقش برنگشته. اضافه شدن جنگ اوکراین به مشکلات قبلی از قبیل تورم جهانی، کمبود مواد اولیه و ادامه شیوع کووید 19، امیدها برای بهبودی کامل اقتصاد جهانی را نقشه بر آب کرده. بهرنگ تاج‌دین، BBC. وزیر خارجه روسیه تایید کرده که مرحله تازه‌ای از آنچه او عملیات روسیه در اوکراین خوانده شروع شده. ساعاتی پیش از آن رئیس جمهوری اوکراین گفته بود نیروهای روسیه جنگ را برای تصرف بخش‌های باقی مانده در منطقه شرقی دانباس آغاز کردند. همزمان سازمان ملل اعلام کرده که بیش از 12 میلیون اوکراینی به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. حمله های شدید روسیه به منطقه دونباس در شرق اوکراین، از زمین و آسمان. سیبرودوینسک، شهری دیگر و هدفی دیگر برای روسیه. الان میتونیم بگیم که نیروهای روسیه حمله هاشون رو برای تصرف دونباس شروع کردن، چیزی که براش از مدت ها قبل برنامه ریزی کرده بودن. بخش زیادی از ارتش روسیه حالا تمرکزش رو بر این حمله گذاشته. اما مهم نیست که تعداد اونها چقدر باشه. ما از خودمون دفاع میکنیم. روسیه تایید کرده که مرحله تازه از عملیات شروع شده. هدف عملیات در شرق اوکراین همانطور که از اول هم اعلام شده بود، آزادسازی کامل دونتسک و لوهانسک. این عملیات ادامه خواهد داشت. تصاویری که وزارت دفاع روسیه از تجهیزات نظامیش منتشر کرده میگوید دیشب بیش از 1000 نقطه را در شرق اوکراین هدف گرفته. ماریوپول در جنوب اوکراین، جایی که گفته شده جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در تلاش برای تصرف کارخانه فولاد آزوفستال هستند.
آخرین نیروهای باقی مانده اوکراین و غیر نظامیان در این کارخانه پناه گرفتند. در شرق نیروهای بیشتری خودشان را برای جنگ آماده می کنند. اینها داوطلبانی که در حال تمرین کردن هستند. تحلیلگران نظامی می گویند جنگ در شرق می تواند به اوج خود برسد. روسیه تا حالا تلفات زیادی داده. کاملا میشه تصور کرد که اوکراینی ها بتونن دست بالا رو بگیرن. همزمان روسیه از نظر نظامی تجهیزات و ارتش قویی داره. جنگ سختی در پیش خواهد بود. جنگی که در آن هیچ چیز و هیچ کس در امان نیست. این یکی از مکانهای مقدس در دونباس که از حمله روسیه در امان نمانده. بدتر از آن مرگ غیر نظامیان است. از جمله کودکان. تلخترین لحظه ای که می شود برای پدران و مادران تصور کرد. لحظه بدرقه تابوت فرزندشان. یلیسا ربکن تنها 13 سال داشت. ماه گذشته وقتی با خانواده‌اش در حال فرار بود کشته شد. میخوام دنیا از جنایت‌های روسیه با خبر بشه. میخوام که دونه دونه قربانیان جنگ شناسایی و شمرده بشن. سربازهای روسیه به همون اجازه دادن که روسا رو ترک کنیم. حتی برامون دست تکون دادن و خداحافظی کردن. اما بعدش از همه طرف شروع به تیراندازی کردن. اوکراین میگوید بیش از 200 کودک تاکنون در جنگ کشته شده‌اند. تصور می شود رقم واقعی بسیار بالاتر باشد. کودکان نجات یافته از جنگ. در عمر کوتاهشان هم صدای بمب و خمپاره شنیدند، هم کشته دیدند. اما خوششانسند چون جان به در برده اند. اما تا جنگ ادامه دارد، هزاران کودک پیر و جوان در خطر مرگند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. همکارم پرهام قبادی از شهر لویف در غرب اوکراین به ما پیوسته. پرهام، بسیاری انتظار می‌کشیدند که این جنگی که ولادیمیر پوتین خودش رو آماده می‌کرد کی شروع می‌کنه؟ دیشب شروع شد این جنگ. آیا همونطوری که در اطراف کیف روسیه شکست خورد به نوعی و ناچار به عقب نشینی شد، ممکنه این اتفاق در شرق هم بیفته؟ چیزی که ما میدونیم اینه که این جنگ بنابر شواهد یک جنگ سنتی خواهد بود. امروز هم لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته که از سلاح‌های غیر متعارف استفاده نخواهد کرد. اسم سلاح‌های اتمی رو گفته بمب اتم اونجا استفاده نخواهد کرد. متخصصان هم همینو میگن شبیه جنگ‌های جنگ جهانی دوم خواهد شد، سنگر خواهد بود، خندق خواهند کند و به این شکل جنگ پیش خواهد رفت. البته با یک فرقی که مسلماً موشک‌های که الان استفاده میشه اون زمان نبوده. اما در اونجا در روزهای اخیر روسیه تونسته 11 گردان به نیروهایی که قبلا اونجا داشته اضافه بکنه. الان مجموع 76 گردان اونجا داره که یه چیزی اگه به هر گردانش 700 تا 900 نفر آدم داره، زبان ساده اگه بخوایم بگیم یه چیزی هلوش 70,000 نیرو در الان شرق اوکراین داره، پشت مرزها داره. از اون طرف قبل ما نمیدونیم که اوکراین چقدر نیرو داره، اما قبل از جنگ تنها 10 گردان داشته. الان خب میدونیم بسیاری از سربازاشو اونجا فرستاده، به علاوه این که نیروهای خارجی هم وارد این کشور شدن و به کمک اوکراین اومدن. به خاطر همین نمیدونیم دقیقاً موازنه قدرت و موازنه نیرو بین دو کشور چقدره، اما به هر حال نیروهای قابل توجهی رو روسیه اونجا جمع کرده. 22 گردان هم در ماریوپول داره که اگر بتونه امروز همونطور که فیروزه هم در گزارشش گفت حمله کردن که اون در واقع جایی رو که اون کارخانه فولادی که اونجا هستش اونجا رو تصرف بکنن، آخرین مقر مقاومت اوکراینی ها رو اگر اونجا رو تصرف بکنن، یعنی 22 گردان هم اینجا آزاد میشن و تمام اینها میتونن هم در واقع به شرق اوکراین فشار بیارن، ماریوپول رو بگیرن و همه تمرکزشون رو بذارن روی شرق اوکراین و این کار رو برای اوکراین بسیار سخت خواهد کرد. به خاطر همینه که آقای زلنسکی و دائما داره درخواست اسلحه میکنه و اسلحه های سنگین میگه برای ما بفرستین و نه تنها اسلحه سنگین بفرستین، بلکه سرعت فرستادن اسلحه بسیار براشون مهمه در این مقطع. وضعیت در لویف چطوره؟ شهری که تو هستی و دیروز شاهد چند حمله موشکی بود.
امروز با خیلی از کسایی که صحبت می‌کردی مردم غمگینن به خاطر اینکه کشته داده این حمله دیروز و اینجا شهر امنی بوده و می‌بینن که هموطنانشون در این شهر هم کشته میشه. همونطوری که بارها گفتیم این شهر شهریه که پناهگاه بسیاری از پناهجویانیه که آوارگانیه که در شهرهای مختلف اوکراین آواره شدن و به این شهر پناه آوردن. امروز ماتوش موراویسکی نخست وزیر لهستان هم به این شهر اومده و صحبت کرده، صحبت از یک اردوگاه موقتی که با کانکس و کانتینر با کانکس خواهند ساخت، یک شهرک کانکسی در واقع اینجا بنا کردن دو کشور به همراه همدیگه، اوکراین و لهستان به کمک همدیگه، که قرار 5000 نفر اونجا اسکان بدن. از طرف دیگه شهردار لویف هم گفته که 500 نقطه رو در شهر مشخص کردن که در اونجا از آوارگان پذیرایی خواهند کرد. همونطور که می‌دونیم در روزهای گذشته با عقب نشینی نیروها از شمال و شمال شرق اوکراین بسیاری از پناهجویان تصمیم گرفتن که برگردن. البته دائما شهردار فرماندار کیف و مقامات مختلف اوکراینی دارن هشدار میدن که همچنان زوده که مردم برگردن به سر خونه و زندگیشون به خاطر اینکه خطر حمله موشکی همچنان ادامه داره. متشکرم پرهام قبادی خبرنگار ما از شهر لویف در غرب اوکراین. اما اجازه بدید بریم به ویرجینیا، جایی که جدیدترین دادگاه جانی دپ و همسر سابقش امبر هر در جریان و جانی دپ هنرپیشه معروف هالیوود در حال صحبته. So I can remember my father coming home from work and maybe آقای دپ در این دادگاه از همسر سابقش شکایت کرده و اعاده حیثیت کرده و مبلغ 50 میلیون دلار در واقع درخواست خسارت کرده از همسر سابقش امبر هرد. خانم هرد در سال 2018 میلادی، یعنی 4 سال پیش، در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست نوشته بود درباره قربانیان خشونت خانگی مطلب نوشته بود و آقای دپ معتقده که این به نوعی به حیثیت او آسیب زده، هرچند که خانم هرد گفته که در اون مطلب اشاره‌ای به نام جانی دپ نشده. این آخرین فصل این زوج سابق معروف هالیوود و جنجال‌های مربوط به ازدواج پرحاشیه‌شون هست که ما به کماکان به آن پوشش خواهیم داد. ممنون که با ما بودید. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. شب خوش.